آقای اسماعیل پور، میخوام همین سوال رو از شما بپرسم. آقای حاجتی اعتقاد دارن که حکومت جمهوری اسلامی عقلانیتش رو از دست داده، اعتقاد دارن که اشتباه محاسباتی کرده. نظر شما چیست در ارتباط با اون چه که دیدیم تو این هفته گذشته، این مراسم جشن پیروزی؟ روز عرض میکنم خدمت شما جمهوری و خب بینندگان شما. حقیقتا توضیحاتی که شما در اول برنامه بدید بسیار تکمیل بود و نکاتی هست که فقط من میتونم اشاره کنم. رژیم اون چیزی که الان داره نشون میده تمام توانشه، یعنی آنچه که ما در خیابان میبینیم آن کسانی هستن که حامی رژیم هستن. ببینید بیشترین بخش حامیان رژیم سپاهیان هستن و بیشترین کسانی که دارن در این نقش آفرینی میکنن سپاهیان هستن. امروز جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو در خیابان گذاشته. من فکر میکنم یه بخشی از صحبتهای آقای حاجتی درسته، یه بخشش اینه که ما تکمیل میتونم بکنم، اینه که عقلانیت رو از دست نداده یا به نوعی میشه گفتش این واقعا حقیقت ماجراست و چیزی فراتر از این نداره. به خاطر اینکه در شادی هایی که در خیابان ها ما دیدیم، بجز نیروهای سرکوبگر، بجز نیروهای همسو خانواده هاشون، با شاهد یک جشن ملی نبودیم. ببینید ما تجربه های زیادی داریم که تیم جمهوری اسلامی که در گذشته ما بخش اینو تیم ملی خودمون هم میدونستیم، برد داشتن، بردهای حتی منطقه‌ای داشتن و شاهد این بودیم که تعداد کسانی که به خیابون میومدن بسیار بسیار زیاد است. البته باید اشاره کنم در کنار همین حضور نیروهای سرکوبگر، ما شاهد حضور مردم معترض هم بودیم. در شهرهای مختلف مردم به خیابون اومدن، شعار دادن. در زمان حتی باخت جمهوری اسلامی ما شاهد شادی‌های زیادی بودیم. این اتفاقی که میفته اینه که جمهوری اسلامی در حال خط و نشان کشیدن هستش. به نوعی میشه گفتش میخواد بگوید که همونطور که آقای حاجتی هم اشاره کردن، ما در هر شکل میخواییم با شما مبارزه کنیم. به نوعی توان اینو ندارن که این چیزی غیر از این از خودشون نشون بدن. این موضوع برمیگرده به این که سرکوبگران به نوعی اون دوچار مسمومیت ذهنی شدیدی هستن و مردم ایران رو به عنوان دشمن میدونن و در مقابل این دشمن حاضر هستن در جبهه جنگی که ایجاد کردن هر لحظه مقاومت کنن. به طور مثال ما میبینیم در جنگ ایران عراق نیروهای مردم ایران حتی در زمان عید و در هر مناسبتی هم شاهدیم بودیم که در سنگر رزم بودن. اینها یک چیزی شبیه به این داره میاد. با توجه به صحبتهایی که بسیار مقامات جمهوری اسلامی انجام داده، بحث منافقین، مرساد، این چیزها بسیار مهم و حساس هستش. به نوعی این خط و نشان کشیدن ها یک نوعی تمام شدن. اینها خودشون فهمیدن یک دو قطبی بسیار عمیق و شگاف عمیق بزرگ ایجاد شده بین ملت و حاکمیت، حاکمیتی که مشروعیت نداره. پس من فکر میکنم از این زاویه باید نگاه کنیم. این جشن و پایکوبی اونها برای این بود که روحیه خودشونو بازیابی کنن، برای اینکه بگن ما در مقابل دشمنشون یعنی مردم ایران، که ما هم البته مردم ایران اونها رو دشمن میدونیم، این ایستادگی رو دارن و هنوز هم که هنوز باور به این دارن که میتونن در مقابل مردم ایستادن. اما همونطور که همه ما میدونیم اینها در حالت شادی هم لباس رزم دارن و این نشون از ترس و نگرانی اینوست، وگرنه میگفتن خب ما یک روز خیابانها رو رها کنیم بریم به جشن و پایکوبی برسیم. اتفاقی هم که میفته، حتی حامیانی که در اشاره میگم گزارش شما تکمیلی بود به این خاطر بود که حتی حامیان جمهوری اسلامی در قطر هم کسانی هستن که حامی تیم ملی نبودن، حامی تیم مردم ایران نبودن، حامی تیم جمهوری اسلامی بودن. میزان کسانی که خارجی بودن و اصلا زبان فارسی نمیدونن، اصلا در مورد فوتبال ایران هیچ شناختی ندارن، هیچ عرقی ندارن نسبت به این موضوع، فقط برای $200 اومدن، هر کدوم از اینها $200 گرفتن. اتفاقی که میفته اینه که رژیم داره تمام سرمایه خودش رو برای این کار خرج میده، چه در فضای مجازی سایبری که بگوید این به طور مثال ما باید شاد باشیم، جمهوری تیم بلاخره تیم ملی بوده، چه در فضای میدانی هم ما هم در خارج کشور در قطر هم در داخل ایران شاهد این بودیم.